بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه دوم تدریس آنلاین داریم از کتاب هوش کمپلکس. امیدوارم که بحث امروز که در مورد تاسا و شمارش مکعب است بتونیم کامل برای شما تشریح کنیم. یه قسمت هم در مورد موارد کاربرد درصده که اونا هم براتون میگیم تا اگه وقت شد تا جلسه های بعدی. خب توی مبحث تاسا اگه دقت کنید، خب باید چنها کنید، خب تو تاسا مکعبایی هستن که ازشون در بازی و سرگرمی استفاده میکنیم. در هر بچه تاس یکی از عددهای 1 تا 6 قرار داره که معمولا با نقطه نشون داده میشه. معمولا تاسا رو به این صورت میسازن که 2 باید مقابلش چی باشه؟ 5. 3 مقابلش 4 قرار میگیره، 1 هم مقابلش 6 قرار میگیره. یعنی مجموع این عددهایی که روی تاس قرار گرفته باید چی باشه؟ 7 باشه. 1 و 6 میشه 7، 2 و 5 میشه 7، 3 و 4 میشه 7. حالا همیشه به این صورت نیست که از این قانون تبعیت کنه، باید شما یه سری فرمولایی بلد باشید که اینجا اومده برای شما توضیح داده. این مپس به سوالای مربوط به مکعب بازی اختصاص داره. تاس رو معمولا طوری میسازن که 1 مقابل 6، 2 مقابل 5 و 3 مقابل 4 قرار داره. یه نکته بگم، یادم رفته صفحه 278 داریم میگیم و صفحه 279. خب این دو موقعیت مختلف تاس رو نگاه کنید. سوال اول، دو موقعیت متفاوت یک تاس داده شده است، وش مقابل 4 کدام است؟ پس اگه دقت کنید اینجا خودش پاسخنامه رو زده، این 1، 2 و 5 رو به شما داده، وش مقابل 4، 1 و دوباره 5 رو داده. خب اگر تاس در موقعیت اول با یک حرکت طوری تغییر بدین که وجه 5 همچنان راست، بچه اینجا رو نگاه کنید، اینجا وجه چنده؟ 5. اینجا هم وجه چنده؟ 5. 1 اینجا بالا قرار گرفته، درسته؟ خب ما اگه این تاس رو بچرخونیم، 1 بیاد اینجا قرار بگیره، بعد این 2 میاد این ور قرار میگیره، 2 میاد توی وجه روبرو قرار میگیره، پس وجه روبرو پشتش میشه چند؟ 4. خودش گفته وجه 5 همچنان در سمت راست بماند و وجه 1 در بالا قرار بگیرد، با توجه به اینکه وجه 4 جلوی تاسه پشتش میشن 2. بعد این نکته در نظر داشته باشید، من چند تا نکته بنویسم اینجا شما هم یادداشت کنید. خب برسید انتخاب دو تاس که فقط و فقط یک وجه مشترک داشته باشند. خب اصلا نها کن، تاسایی که شما انتخاب میکنید، این تاسا دو موقعیت مختلف نشون میده، 3 موقعیت مختلف نشون میده، 4 موقعیت مختلف نشون میده. شما باید وجه‌ها رو انتخاب کنید که فقط و فقط یک وجه مشترک داشته باشه. 2 به صورت پاد ساعتگرد. وجه پاد ساعتگرد به این صورته، یعنی خلاف جهت عقربه ساعت. به صورت پاد ساعتگرد شماره گذاری می شود. خب این دوتا نکته اگه بلد باشید، شما میتونید همه سوالای مربوط به تاس به راحتی میتونید حلش کنید. یه بار دیگه بگم، در مورد سوالاتی که در مورد تاس میاد، 1 انتخاب دو تاس که فقط و فقط یک وجه مشترک داشته باشه، 2 بعد از اینکه وجه مشترک پیدا کردید به صورت پاد ساعتگرد میاد چیکار میکنید؟ شماره گذاری میکنید. حالا ما میخوایم یک نمونه از این سوالات رو با هم دیگه حل کنیم.
1917 سه موقعیت متعابد یک تاس داده شده، وجه مقابل دو کدام است؟ بچه نها کنید، این وجه مقابل من چنده؟ دو. این دو خب این دوه، این هم چنده؟ چهار. این هم چنده؟ شیش. خب مبحث تاس ها گفتیم توی مبحث تاس ها نکته اول ما چی بود؟ یک، وجه مشترک باید داشته باشند. دو، پاد ساعتگرد باید بریم. پاد ساعتگرد. خب بچه نمونه تسته که 1965 بیارید. تست 1965 کدام عدد وجه مقابل به وجه 6 قرار داد؟ بچه نها کنید، من 6 و 3 و 2 دارم، 6 و 2 و 4 دارم. اینجا الان من دو تا وجه مشترک دارم، به درد من نمیخوره چون قرار شد که وجه های یه دونه وجه مشترک داشته باشیم. پس این گزینه وسطی دومیه حذف میشه، این به درد ما نمیخوره. میریم برای این یکی، 6 و 4 مثلا اینو دارم میگم با این. خب من دارم 6 3 2 پاس ساعتگردش من برم به این صورت، 6 3 2 6 3 2. حالا اینجا اگه پاس ساعتگرد دارم میشه 6 4 5 6 4 5. بچه دقت کنید، وجه مقابل به دو چنده؟ 5. وجه مقابل به سه چنده؟ 4. پس یکی از این شیشا اینجا اضافه است. من این شیش خط میزنم چی مینویسم؟ 1. پس وجه مقابل شیش چنده؟ 1. به ما گفته کدام عدد روی وجه مقابل به وجه شیش قرار داد؟ خب وجه مقابل به شیش چنده؟ 1. پس میشه گزینه‌ش هم گزینه 2. بریم تست 1966 حل کنیم. این یکی رو دارم میگم. دو موقعیت مختلف یک تاس نشان داده شده است. وقتی عدد 1 بالا قرار میگیرد چه عددی روی وجه پایینی قرار میگیرد؟ بازم ما پاس ساعتگرد میریم بچه ها. عدد 1 دارم، 4 دارم، 6 دارم، 4 دارم، 6 دارم و 5 دارم. چند تا وجه مشترک داریم؟ دو تا وجه مشترک داریم، 6 و 4. من میام این یکی 6 رو یه کوچولو میچرخونم، در حالت وجه چی قرار میدم؟ 4 قرار. مثلا این 6 الان سمت چیه؟ راسته. این الان سمت راسته. این اگه بچرخونیم این 6 میاد اینجا، 5 میره پشتش، یعنی اینجا میشه 5. پس مقابل 1 میشه 5، مقابل 6 که خود 6ه، یعنی شما باید بنویسید اینجا رو دارم میگم، 6 اگه اینجا قرار بگیره 1 مقابل 5. وقتی 1 بالا باشه چند قرار میگیره؟ گزینه 5 قرار میگیره. سوال بعدی بیایم این تاس رو حل کنیم. 1968 دو موقعیت مختلف یک تاس نشان داده شده است. اگر روی وجه پایینی، پایینه داره میگه، دو نقطه وجود داشته باشد چند نقطه روی وجه بالایی قرار میگیره؟ بازم همون حالت انجام میدیم. وجه مشترک اینا چیه؟ 4 5 4 داره، اینم 4 داره. پس می‌نویسیم 4 پاد ساعتگرد. 4 5 6 اینم چنده؟ 4 2 1 4 2 1. خب بچه ها 4 ما تکراریه، این 4 رو خط میزنم، 1 2 4 5 6 چی رو ندارم؟ 3. پس 4 مقابل 3 قرار میگیره، 5 مقابل 2 قرار میگیره، 6 مقابل 1 قرار میگیره. به ما گفت اگر روی وجه پایینی دو نقطه وجود داشته باشه چند نقطه روی وجه بالایی قرار میگیرد؟ خب بچه ها بالای ما چی بود؟ 4. پایینش هم قرار میگیره؟ 2. 4 اینجا پایینش هنده؟ 3. پس گزینه چند انتخاب میکنید؟ گزینه 3 رو انتخاب میکنید. بریم تست 1972 رو حل کنیم. مثلا خب بچه نها کنید، روی تاسی که مقابل به ماست نارنجی، زرد، آبی، نارنجی، آبی، بنفش. اینجا الان نارنجی آبی داریم، نارنجی آبی تکراریه، ما باید یک وجه مشترک داشته باشیم. اینجا زرد آبی داریم، زرد آبی به درد ما نمیخوره، پس ما میام اولی رو با سومی مقایسه میکنیم. خب
عدد مشترکشون کدومه بچه ها؟ زرد. پس من می نویسم زرد. خب بچه اگه من اینجا بنویسم زرد، پاس ساعتگرد باید برم. زرد، نارنجی، آبی. زرد، نارنجی، آبی. این برم چیه؟ زرد، قرمز، صورتی. زرد، قرمز و صورتی. خب بچه آبی الان مقابل چیه؟ صورتی. نارنجی مقابل چیه؟ قرمز. من دو تا زرد دارم، یه زرد رو خط میزنم. کدوم رنگ اینجا بیان نشده؟ بنفش. پس اینجا میشه چی؟ بنفش. پس زرد مقابل چی قرار گرفته؟ بنفش. گزینه یک انتخاب میکنیم. زرد مقابل بنفشه. سوال 1973 را حل میکنیم. بچه ها ببینم کدوم گزینه را انتخاب میکنید. با همون روشی که الان یاد گرفتید، یک وجه مشترک داشته باشه و پاس ساعتگرد باید شما حرکت کنید. حل کنید من ببینم جواباتون چنده. خب بچه بریم تست ببینن جواباتون چیه. یک یک. بله جواباتون درست بود. بچه تست 1941 رو بیارید. 1941 حل کنید ببینن چند به دست میارید. گزینه اول نها کنید، من یه بار دیگه بگم. 2, 3, 6, 2, 5, 4 میتونم اینجا انتخاب کنید. من پاس ساعت گرد رو برم چی میشه؟ عدد مشترکشون چیه؟ 2. پس من می‌نویسم 2. خب بچه تست 1973 که داشتی حل میکردید صفحه میپره، من اصفایی میکنم. 1973 زمانی که عدد 5 روی وجه پایینی قرار بگیرد، کدام عدد روی وجه بالاییه؟ شما باید اول نگاه کنید مقابل 5 چه عددی قرار میگیره. خب بازم عدد مشترکش رو پیدا میکنیم، کدومه؟ 2. پس ما می‌نویسیم. خب پاد ساعتگرد برید. 2, 4, 1 این هم چند میشه؟ 2, 6, 5 2, 6, 5 درسته؟ خب من یک رو دارم، 2 رو دارم، 3 رو ندارم. اینجا بچه هم قرار بگیره 3. خب بچه مقابل وقتی نها کنید، اینجا 5 مقابل 1، 6 مقابل 4، 2 هم مقابل 3. به ما گفت اگه 5 داشته باشیم بچه بالایی باشیم، یکی چنده؟ خب میشه 1 دیگه. کدوم انتخاب کردید؟ همون یکی که همتون انتخاب کردید. خب 1974 حل کنیم. چند نقطه روی بچه مقابل به بچه که 3 قرار گرفته، 3 نقطه روی آن است قرار میگیرد. میخواد به شما بگه مقابل 3 چه عددی قرار گرفته. بچه نها کنید، ما اینجا 3 و 4 و 6 داریم، اینجا 3 و 1 و 4 داریم. چند تا بچه مشترک داریم؟ 2 تا داریم. نه با پس این به درد ما نمیخوره. میریم این انتخاب میکنیم. این داریم 3، 4، 6، اینجا 3 نداریم، پس با این میایم مقایسه میکنیم. این یکی. خب اینو پاس ساعتگرد بریم چند میشه؟ میشه 3, 4, 6 اون یکی چند میشه؟ 3, 2, 1 3, 2, 1 بچه ها 6 مقابل چنده؟ 1. 4 مقابل چنده؟ 2. پس این 3 که من ندارم مقابل چند میشه؟ 5. به ما گفته بچه که 3 نقطه قرار داره چنده؟ میشه گزینه 3 که 5 باید باشه. نها کنید
3 مقابل 5، 4 مقابل 2، 6 هم مقابل 1. خب بریم تست 1977 حل کنید. خب خب حل کردید بچه 1977. خب موقعیت های متعاقد یک تاس نمایش داده شده است. کدام حرف روی بچه مقابل به بچه A قرار میگیرد؟ بچه A نگاه کنید اینجا اولی رو AFB داریم، ACE داریم. خب یک بچه مشترک ما بیشتر نداریم، فقط A. من اینجا می نویسم AF، این هم چیه؟ B. بچه بعدیمون چیه؟ AC، این هم E. درسته؟ ما حروف هایی که داریم ABCDE و F، 6 حروف داریم. اینجا چند تاست؟ من A که دارم، B هم دارم، C هم دارم، E اینجا ندارم. پس اینو خط میزنم چی میشه؟ D. پس بچه مقابل به A کدوم میشه؟ گزینه 1. ببینم چند نفر پاسخ دادین؟ گزینه 1، بله. آفرین، درسته، درسته. بسیار خوب. بریم بعدی. خب بچه این تست نگاه کنید. 5 تا تست به شما داده با توجه به اطلاعاتی که با ما داده. ما میخوام ببینیم کدوم یک از اینا درسته. با توجه به اطلاعات داده شده به سوالات 1978 تا 1982 پاسخ بدید. 6 تاست به شما داده، 6 تا شماره داده به شما. اما عددی که بچه بالایی هر تاس نشون میده چیه؟ پاک شده. شما باید تشخیص بدی چنده. در این تاس ها مجموع عددهای روی دو بچه مقابل 7 است. خب من قبلا هم بهتون گفته بودم که تاس ها رو طوری طراحی میکنن که 1 مقابل 6 باشه، 2 مقابل 5 باشه و 3 مقابل 4 باشه. خب به ما گفته اگر تعداد نقطه روی بچه های بالایی تاس های زوج، منظورش اینه از بچه ها، اینا رو داره میگه، عددی زوج باشه، بالا باید زوج باشه، اینجا زوج 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 باشه، تعداد کل نقطه روی بچه بالای تاسای زوج چنده؟ بچه 5 اون برای چنده؟ 2. پس 5 با 2 میشه، اینو دارم میگم. 4 با چند میشه؟ 4 با 3، درسته؟ خب پس قطعا 1 میمونه با چی؟ 6، درسته؟ پس این بالا چند میشه؟ اینجا میشه 6. بریم برای 4، چون گفته زوج ها رو نگاه کنید. چند تا داریم؟ 2. 2 با چیه؟ 2 با 5. این ورش 4. 4 با چیه؟ 3 که میشن 7. پس چی مونده؟ 1 با 6. پس اینجا میشه چند؟ 6. بریم آخری. 4 رو به ما داده. خب 4 با چیه؟ 4 با 3 میشه 7. این ورشن داریم 5. 5 با 2 میشه 7. چی میمونه؟ 1 با 6. پس اینجا میشه چند؟ 6. 3 6 تا چنده میشه؟ 18 تا. 6 بله به 6 بله به 6 میشن 18، میشه گزینه 3. و آخرین قسمت این تست حل کنیم 1979. اگر تعداد نقطه ها روی وش بالایی تاسای فرد، بچه اینا رو داریم میگه، تاسای فرد 1 3 و 5، عددی زوج باشه، این بالاشون باید زوج باشه، تعداد کل نقطه های روی بچه بالایی چنده؟ خب بریم برای تاسای فرد. اولی نها کنید 3 دارم، 3 باشنده با 4. 6 دارم، 6 باشنده 1. پس 2 میمونه باشند 5، درسته؟ به ما گفته عدد چی باشه؟ زوج. پس اینجا چند میشه؟ 2 و 5 کدوم زوجه؟ 2. بریم برای فرد بعدی که 3 باشه. من اینجا چند دارم؟ 6. 6 باشنده 1. 4 دارم، 4 باشنده 2. پس 3 باشند میشه؟
4 با 3 معذرت میخوام. پس اینجا هم میشه 2 با 5. به ما گفته باید چی باشه؟ زوج باشه. پس ما چند انتخاب میکنیم؟ 2 رو اینجا انتخاب میکنیم. میریم برای گزینه 5 انتخاب میکنیم. خب 5 رو نگاه کنید بچه ها. من 1 دارم. 1 با چند میشفت؟ 6. 5 دارم. 5 با چند میشفت؟ 2. پس میمونه 3 با چند؟ 4. خب کدوم زوجه؟ 4. پس اینجا میشه چند؟ 4. 4 به علاوه 2 به علاوه 2 چند میشه؟ 8. میشه گزینه 1. ببینید چی جواب دادید؟ 1. بله درسته، درسته، آفرین. بله جواباتون درسته. خواهیم برای این نمونه تاسایی بود که ما براتون حل کردیم. پس تو مبحث تاس ها هر وقت سوال به این صورت دادن باید این دوتا نکته در نظر داشته باشی که تاس ها رو طوری طراحی میکنن که 1 مقابل 6 باشه که با هم بشن 7، 2 مقابل 5، 3 مقابل 4. و نکته بعدی این بود که همیشه برای تاس ها خواستید بچه مقابلش رو پیدا کنید، باید یاد بگیرید که باید تاسی رو انتخاب کنید که فقط و فقط 1 بچه مشترک داشته باشن. بعد از اینکه بچه های مشترک رو پیدا کردید میاد چیکار میکنید؟ بچه رو انتخاب میکنید که پاد ساعتگرد میره شماره میزنید مثل همین شماره که من زدم، بعد جواباتون رو انتخاب میکنید. بریم تست بعدی. خب بچه بریم برای شمارش مکعبا، مبحث 106. خب در هنر شمارش مکعبا شما باید با شمارش و بررسی شکل عمق مطلب رو درک کنید. من شمارش مکعبا رو بیارم براتون. خب مکعبا رو نداریم بچه ها. بریم ادامه مبحث کاربرد درصد رو بگم. شمارش مکعبا باشه برای جلسه آینده. موارد کاربرد درصد. خب در مباحث مربوط به درصد با انواع مختلف از سوالات مواجه هستیم و بیشتر سوالات من نظراتونو بگم چیه؟ خب کلاس ما تا ساعت 4 بچه هم نیم ساعت از کلاس ما باقی مونده. خب ما همیشه توی سوالات توی بحث درصد ها با مقدار اولیه سرکار داریم، با مقدار نهایی سرکار داریم، با کاهش کم و تخفیف باشه و افزایش که سود باشه سرکار داریم. یه نکته باید یادتون باشه، کلمه کاهش معمولا با کلمه تخفیف معادله و کلمه افزایش هم با کلمه سود معادل یا هممنی هستن. نکته دو، کلمه های افزایش و کاهش رو معمولا در مسائل مطرح میکنن که چی؟ تعداد یا مقدار یه چیزی مطرح باشه، ولی کلمات تخفیف و سود رو معمولا در مسائل مورد استفاده قرار میگیره که قیمت مد نظر قرار گرفته باشه. خب با هم دیگه بریم نکات بعدی رو ببینیم. خب ما میخوام مقدار اولیه یا مقدار نهایی رو بر حسب درصد افزایش یا کاهش حساب کنیم. همیشه مقدار اولیه 100. مثلا شما میگید جنسی رو 20% ما تخفیف گرفتیم، مقدار اولیه چقدره؟ 100%. مقدار اولیه همیشه برابر 100%. و اگه افزایش درصد نسبت به مقدار اولیه رو داشته باشیم، درصد نهایی همیشه چیه؟ بیشتر از 100%. چون داری چیکار میکنید؟ افزایش یا سود در نظر میگیریم. و اگر کاهش درصد نسبت به مقدار اولیه رو داشته باشیم، درصد نهایی همیشه چیه؟ کمتره. مثلا شما 30% تخفیف میگیرید، خب قطعا از 100 تومن 30% کم کنی میشه 70 تومن یا 70%، پس معمولا کمتر خواهد بود. نکته چهارم رو با هم دیگه بررسی میکنیم، محاسبه مقدار نهایی بعد از افزایش درصد. بچه‌ها این سوالایی که تو این قسمت میاد با 3-4 روش مختلف من امروز حل میکنم. هر روشی که آسونتر بود و بهتر بود شما میتونید توی امتحانات همون شیبر برای خودتون پیاده کنید. برای محاسبه درصد نهایی بعد از افزایش درصد، ابتدا میام درصد افزایش با 100% چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم و با استفاده از رابطه تناسب مقدار حساب میکنیم. خب همیشه درصد نهایی به شما گفتم چیه؟
100% به علاوه اون افزایش درصد 2%, 10%, 15%. خب درصد نهایی خط کسری بر روی درصد اولیه، مقدار نهایی شما بالا به دست میاد، اینم مقدار اولیه شما به دست میاد. یه مثال، کارخانه سالانه 20,000 بسته شکلات تولید میکند و بعد از یک سال 10% تولید خود را افزایش میدهد. این کارخانه بعد از افزایش تولید سالانه چه تعداد شکلات تولید میکند؟ بچه این روشی که شما تو پایه پنجم هم یاد گرفتید، میگه از 100% چقدر افزایش پیدا کرده؟ 10%. حالا اگه 20,000 تا باشه افزایش چقدره؟ که شما میگید مربع مساوی علامت سوال، علامت سوال اینو ضرب در این میکنید، نها کنید 20,000 ضرب در 10 تقسیم بر 100 میشه چقدر؟ 2,000. ما 2,000 تا افزایش داریم، میایم با مقدار اولیه که 20,000 باشه جمع میکنیم. 20,000 به علاوه 2,000 چقدر میشه؟ 22,000. روش دوم، خب روش دوم بچه ها نها کنید، نوشته 100%. ما چند درصد اضافه کردیم یا سود میخواستیم؟ 10%. 100 با 10 جمع کرد چند شد؟ 110. حالا اگه 20,000 باشه میشه چقدر؟ 22,000. و روش سوم من بگم یه جدولی داریم به عنوان جدول چی؟ ما بهش میگیم جدول ساج. جدول ساج چیه بچه ها؟ سش سوده، الفش اصلیه، جش جدیده. ما گفتیم قیمت اصلی همیشه چقدره؟ 100. سودش چقدر بوده؟ 10%. خب وقتی شما سود میکنید به 100% شما اضافه میشه، چقدر میشه؟ میشه 110%. حالا سوال به ما گفته میخواد 10% سود کن، قیمت اصلی کالا چقدر بوده یا سالانه تولیدش چقدر بوده؟ 20,000 بوده. خب میگیم این ضرب در چند شده؟ ضرب در 200 شده. پس این هم ضرب در 200 بشه میشه چقدر؟ 2,000. حالا 20,000 با 2,000 چقدر میشه؟ 22,000. این هم روش سومی که به شما گفتم. خب بریم نکته پنجم، محاسبه مقدار نهایی بعد از کاهش درصد. برای محاسبه درصد نهایی بعد از کاهش درصد، تازه افزایش داشتیم الان کاهش داریم، ابتدا درصد کاهش را از چی کم میکنیم؟ از 100% کم میکنیم و با استفاده از رابطه تناسب میام مقدار نهایی رو حساب میکنیم. بازم مثل سوال قبلی از 100% درصد کاهش رو مینویسید، درصد نهایی بالا، درصد اولیه، مقدار نهایی، مقدار اولیه. خب یه مثال دیگه، فروشگاهی به مناسبت هفته کتاب میاد کتاباش رو با تخفیف چند درصد بچه ها؟ 20%. خب تخفیف 20%، اگر قیمت روی جلد کتاب 15,000 تومان باشد، قیمت این کتاب بعد از تخفیف چقدر است؟ خب بچه ها نها کنید، ما 20% میخوام تخفیف بگیریم، کم میکنیم از 100%، چقدر میشه؟ 80%. حالا این جدول چیه؟ بچه این یه نمونه جدول تاجه. این تاجه، جدول تاج چیه بچه ها؟ تش تخفیفه، الفش اصلیه، جشیه جدیده. خب که به این صورت میشه این تاج، 20%، 100%، 80%. خب پس قیمت اصلی ما چقدره؟ 15,000 تومان.
خب وقتی شما 20% تخفیف بگیری 80% پرداخت میکنید. ما میگیم 100 ضرب در چند شده؟ شده 15000 ضرب در 150. این هم اگه ضرب در 150 بشه میشه 3000 تومان. از 15000 تومان کم کنیم میشه چقدر؟ 12000 تومان. خب نها کنید 20%، 80%، 100%، 20%ش میشه 3000 تومان، از 15000 تومان کم کنید چقدر میشه؟ 12000 تومان. خب بریم برای نکته بعدی. یک کوچولو میخواد سخت‌تر بشه تو قسمت درصدها. خب بچه این سوالی که همیشه تو کنکور میاد، کنکور تیزوشان تو میاد، محاسبه مقدار نهایی بعد از افزایش درصد متوالی. در مسائلی که درصدهای افزایشی به صورت متوالی یعنی پشت سر هم، حالا توضیحش اینجا میدم، برای محاسبه درصد نهایی میاد چیکار میکنید؟ ابتدا افزایش درصدهای افزایشی رو به صورت جداگانه حساب میکنید، با 100 درصد جمع میکنید، مقادیر به دست اومده رو دیگه ضرب میکنید. نگاه کنید بچه ها، به فرض به شما میگم یه کالای 20% ما میخوان سود کنیم بار اول، بار دوم 10% سود میکنیم، میرسید 100 به علاوه 20، دوباره میرسید ضرب در 100 به علاوه 10% که میخواستیم سود کنیم. و یه نکته توجه کنید، برای محاسبه درصد افزایش خالص، خالص درصد رو خواستیم حساب کنید، از چی کم میکنید؟ از 100% کم میکنید. در مسائلی که شما دارید، به فرض دارم میگم مثلا به شما میگن 20% بار اول، اینم بار دوم 10%. خب شما میگه چیکار میکنید؟ 20 تا 10 چند میشه؟ 120% ضرب در 110%. جوابش یه چیزی به دست میاد. اگه شما بیاید 110% و ضرب در 120% کنید، جوابشون هیچ فرقی نداره، چون ضرب خاصیت چی داره؟ جابجایی داره. میتونه 120 ضرب در 110 همون جواب به ما میده که 110 ضرب در 120 به ما میده. خب بریم یه نمونه سوال حل کنیم در این قسمت. خب کارخانه سالانه 300 دستگاه تراکتور تولید میکنند. این کارخانه هر سال 20% تعداد تولیدات خود را نسبت به سال قبل یعنی متوالی داره انجام میده. تعداد تولیدات این کارخانه بعد از، بچه دقت کنید، بعد از 2 سال میخواد به ما بده. بعد از 2 سال. خب ما میام اول 20% رو حساب میکنیم، روش معمولی که شما انجام میدید. 20% 300 تومان چقدر میشه؟ میشه 60 تا، با 300 جمع میکنیم میشه 360. خیلی از بچه ها این اشتباه میکنن که میان چیکار میکنن؟ دوباره میزنن 20%. نه، این 20% از روی 300 نیست، 20% از روی 360. پس بار دوم میگید من 20% چند رو میخوام حساب کنم؟ 360 رو میخوام حساب کنم. خب بازم 20% 360 میگی 100 ضرب در چند میشه؟ 20 هم ضرب در همون عدد میشه 432. ولی ما یه روش خیلی جالبی داریم که بهتر میتونیم اینا رو حلش کنیم. بچه نگاه کنید، من میام میگم 20% سال اول افزایش داشته، 20% هم سال دوم. دانش آموز میگه 20 تا 20 میشه 40، این اشتباس دقیقا. میام میگه 100% با 20% چقدر میشه؟ 120%. این برای سال اوله. سال بچه این سال اوله،
سال اول. سال اول 100% بوده، 20% افزایش پیدا کرده شده 120%. برای سال دوم هم همین اتفاق میافته، 100% علاوه 20% میشه برای سال دوم. خب من میام 120% رو ضرب در 120% کنم، نگاه کنید بچه ها، 120% ضرب در 120% مساوی است با دو تا صفر، این با دو تا صفر برداری میشه چند؟ 144%. نگاه کنید 100% من چقدر شده؟ 144%. حالا اگه 300 تا باشه اینجا چند در میاد؟ 432. به همین راحتی. پس هر وقت دو تخفیف متوالی داشتیم میام در هم دیگه ضرب میکنیم. ما دو تا 20 تا داشتیم، 120 و 120. 100 علاوه 20 120 سال اول، 100 علاوه 20 120 سال دوم. 120% ضرب در 120% میشه 144%. حالا میبرید توی جدولتون قرار میدید. خب نکته بعدی این افزایش بود، حالا میریم برای کاهش. بچه کاهش هم همینه، شما اگه 20% تخفیف 20% تخفیف رو توی بار اول فروشنده به ما داده ولی مشتری نیومده، 10% دیگه هم به ما تخفیف داده، یعنی یه بار 20% یه بار 10%، بازم همینه. شما 100 و منهای اون 20% میکنی میشه 80%، دوباره 100 و منهای اون 10% میکنی میشه 90%، 80 ضرب در 90 میکنید. خب نمونه مثال بیشتر اینجا دارم، درصد کاهش خالص رو از 100 کم میکنید. یه مثال، قیمت اولیه کالایی چقدره؟ 100,000 تومانه. و فروشگاه این کالا رو با 30% تخفیف به خریداران عرضه میکند. همچنین این فروشگاه برای فروش بیشتر این کالا میاد یه 10% دیگه هم به ما تخفیف میده. بچه ها دقت کنید، یه 10%، یه 30%، باز نه یا 10 و 30 رو جمع کنید بگی 40%، این کاملا اشتباه است. پس میام این چیکار میکنیم؟ حلش میکنیم. نها کنید، خب من میگم 100 100% منهای 30%، 70%، 100% منهای 10% میشه چقدر؟ 90%. حالا میگم 70% ضرب در 90%، چقدر میشه بچه ها؟ این صفر با این صفر میره، 9,763%. خب نکته، گفتم 10 و 30 رو با هم جمع نکنی بشه 40، بعد از 100 کم کنی بگی 60% من پرداخت میکنم 40% تخفیف میگیرم. الان پرداختی شما چقدره؟ 63% شما پرداخت میکنید، 37% اینجا تخفیف گرفتید نه 40%. خب بریم رای حلاش رو نگاه کنیم. این رای حل اوله، 30% 100,000 تومان حساب کرده چقدر شده؟ 7,000 تومان بار اول تخفیف گرفتیم، دوباره 10% این 70,000 تومان رو کم کردیم دیگه. نگاه کن 100,000 تومان بوده، 30,000 تومان تخفیف گیری میشه، 70,000 تومان پرداخت میکنیم. بار دوم هم به ما 10% تخفیف داده، پس میگیم 10% 70,000 تومان چقدر میشه؟ 7,000 تومان. چقدر پرداخت میکنیم؟ 63,000 تومان. شما الان چند تا جدول کشیدید اینجا؟ دو تا جدول کشید، اصلا نیازی نیست. شما میای با همین نکته ای که الان به شما گفتم میای سریع جوابشو به دست میارید. نگاه کنید، 100 منهای 10% میکنیم میشه 90% تخفیف گرفتیم، 100 منهای 30% میکنیم 70%. حالا این دوتا در هم ضرب کنیم چقدر میشه؟ 63. حالا میگه 63% 100,000 تومان چقدر میشه؟ همون 63,000 تومانی که شما حساب کردید. بریم نکته بعدی، محاسبه مقدار نهایی بعد از افزایش و کاهش درصد متوالی. ما میام ابتدا درصدهای افزایشی رو جداگانه با چی جمع میکنیم؟ با 100 جمع میکنیم و درصدهای کاهشی رو از 100 کم میکنیم و مقادیری به دست آمده رو در هم دیگه ضرب میکنیم و جوابش رو به دست میاریم. نها کنید اینجا رو، یا افزایش یا کاهش. اگه افزایش داشت به چی اضافه میکنید؟ به علاوه.
اگه کاهش داشت چی استفاده میکنید؟ منا جفتشون یکم فرق نداره. درصد نهایی چطور حساب میشه؟ صد به علاوه اون درصد یا صد منهای اون درصد. به علاوه رو کجا استفاده میکنید شما؟ به علاوه برای افزایش منها برای کاهش. خب 100% به علاوه مقدار درصد میکنید، 100% به علاوه مقدار درصد میکنید، 100% به علاوه مقدار درصد میکنید، یا کاهش بود منهای بعد ضرب میکنید. در این نوع سوالات درصد نهایی میتونه بیشتر از 100 باشه، میتونه کمتر از 100 باشه، میتونه حتی برابر با 100 باشه. یه مثال، خب من ببینم سوالی ندارید. خب بچه این حل کنید، من جوابش بیارم پایین تر. خب حل کنید بچه ها. باغداری در روز شنبه 1000 جعبه سیب از درختان خود برداشت می کند. این باغدار روز یک شنبه 10% کاهش برداشت داره نسبت به روز شنبه. همچنین روز دوشنبه میاد 30% افزایش برداشت نسبت به روز یک شنبه دارد. این باغدار در روز دوشنبه چند جعبه سیب از باغ خود برداشت کرده است؟ جوابشو به دست بیاریم ببینم چیکار کردید. ۱۱۷۰ به دست آوردی، ۲۸۰ به دست آوردی. دارم میبینم خانم قهرمانی، خانم موسوی، دیگه بچه های دیگه هم جواب بدید. ۱۱۷۰ آفرین. یوسف هم ۱۱۷۰ درست آفرین. خب بچه ها نها کنید، این روش آسون. 100% منهای 10% که کاهش داشته میشه چقدر؟ 90%. روز یک شنبه 90% برداشت میکنه. روز بعدی روز دوشنبه 100% علاوه 30% شد 130%. خب ما میام اینا رو حساب میکنیم. خب میام میگیم صد و سی درصد ضرب در 90%. خب این دوتا صفر با این دوتا صفر میره مساوی است با 3 نقطه 27 تا، این 2 1 نقطه 9 تا، 10 تا 11 تا. چقدر شد بچه ها؟ 117%. 100 تا شده 117 تا، 1000 تا چقدر شده؟ 1170 تا. که همه شما درست انجام دادید. خب بریم حالا روش تیزوشانیش یاد بگیرید شما. این روشی که گفتن روش تیزوشانی بود دیگه. شما میتونستید از دو تا جدول هم استفاده کنید که یه خورده سنگین تر میشه برای شما. خب بچه این نکته بسیار بسیار نکته مهمیه، با دقت گوش کنید. محاسبه درصد خالص تغییرات برای 2 بار افزایش یا کاهش متوالی. بچه دقت کنید، متوالیه. 1. محاسبه درصد خالص اول افزایش رو بگیم بعد بریم برای کاهش. محاسبه درصد خالص افزایش بعد از 2 بار افزایش متوالی. خب چیکار میکنید؟ میگیم درصد اول رو ضرب در درصد دوم میکنیم، علاوه درصد اول ضرب در درصد دوم میکنی. فرق نداره، کاهش هم همینه، فقط این علاوه میشه سود، این منهای چیه؟ کاهشه. یه نمونه سوال من پایین تر آوردم برای شما. اگر به مقدار اولیه ابتدا الف درصد اضافه کنیم، مثلا میگه 20% بهش اضافه شده، و سپس به مقدار به دست اومده دوباره ب درصد اضافه کنیم، مثلا شما 20% کتابی رو خریدی میخوای 20% سود کنید، بعد دوباره میگه 5% دیگه هم میخوام سود کنم، این الف 20%، اینم 5%.
مقدار افزایش یافته بزرگتر از حالتی خواهد بود که از همه ابتدا به مقدار اولیه ب بله بله درصد اضافه میکنیم. این یعنی چی بچه ها؟ نها کنید. صد درصد بهش 10% اضافه کنیم چقدر میشه؟ 110%. دوباره خواستید 20% اضافه کنید، من دارم به شما میگم هیچ وقت نگید 10% به علاوه 20% میشه چقدر؟ 30%. این کاملا اشتباه است. شما 10% از روی چی دارید حساب میکنید؟ از روی 100%. یه جواب به شما میده چیه؟ 110%. دوباره 20% از روی چی حساب میکنید؟ 110%. چقدر شد؟ 132%. ولی حالا بیا 10 و 20 جمع کن. 10 و 20 چند میشه؟ آفرین، 30. حالا میگی 30% 100 چقدر میشه؟ 130. کدوم بیشتره؟ 132. این چنده؟ 130. خب معلومه، گفته بی بزرگتر از حالتی خواهد بود که از همون ابتدا جمع کنید. از همون ابتدا جمع کنید کاملا جواب شما غلط در میاد. پس 10% 100 حساب کن میشه 110%. حالا 20% 110 میشه 132%. خب این هم برای کاهش بازم همینطوره. 10% 100 تا میشه 90 تا، 20% ازش کم کنی میشه 72. ولی اگه شما بیایید 20 تا در جمع کنی چقدر میشه؟ میشه 30% کم کنی میشه 70%. ما اینجا 72% داریم، اینجا 70% داریم. یه مثال براتون آوردم اینجا. فروشنده برای کالای دو بار افزایش 30% و 20%. یادتون باشه باز نیایید 30% و 20% جمع کنید. خب من اومدم گفتم افزایش داشته 100 علاوه 30، 100 علاوه 30 مساوی است با 130 و 20%. 100 علاوه 20 مساوی است با 120%. خب من اومدم نها کنید 130% ضرب در 120% مساوی است با این دوتا صفر، با این دوتا میره 13 ضرب در 12 میشه 156%. خب حالا از 100 کم کنیم، منهای 100 مساوی است با 56%. و یه روش خیلی قشنگتر دیگه دارید، همین فرمولی که من براتون گفتم نها کنید اینجا رو. این فرمول الف درصد علاوه ب درصد علاوه الف درصد ضرب در ب درصد، میایم همینجا پیاده میکنیم اینو. نها کنید چقدر قشنگ به دست آورد. 30% علاوه 20% چقدر میشه بچه ها؟ 30% و 20% میشه 50%. 30% ضرب در 20%، 30% ضرب در 20%. این دو تا صفر بره با این دو تا صفر چی میمونه؟ 6%. خب من 50% دارم، علاوه 6% کنم چقدر میشه؟ 56% میشه. که هر دو روش هم به دست آوردیم، 56 و 56. حالا بریم برای کاهش. فروشنده برای کالای دو بار کاهش درصد متوالی 30% و 20%. خب وقتی شما 30% تخفیف بگیرید چقدر پرداخت میکنید؟ آفرین، 70%. وقتی 20% تخفیف بگیرید چقدر پرداخت میکنید؟ 80%. 70% ضرب در 80% کنید چقدر میشه؟ 56% تخفیف گرفتی. از 100% کم کنید چقدر میشه؟ 44%. این روش اول. بریم برای روش دوم. 30% و 20% جمع میکنم چقدر میشه بچه ها؟ 50%. 30% ضرب در 20% کنیم چقدر میشه؟ 6%. 50% منهای 6% چقدر میشه؟ 44%. این سوال حل کنید. خب فروشنده کالای این سوال خیلی خوبیه، سوال قشنگیه. فروشنده کالای رو با 30% میفروشد، با 30% سود میفروشد، ولی استقبال نکردن، نیومدن نخریدن، اومدن 20% تخفیف داد این دفعه. تعیین کنید این فروشنده اصلا سود میکنه یا ضرر میکنه. نگاه کنید تخته رو.
30% افزایش داشته. چقدر میشه 130%؟ 80% پرداخت میکنی چون 20% تخفیف داده. این 80%. 130% ضرب بر 80% کنی چقدر میشه بچه ها؟ 104%. اینجا سود کرده یا ضرر؟ خب 100 بوده شده 104. پس 4% اینجا سود کرده. روش تیزوشانی که شما میتونید به کار ببرید، منها رو استفاده میکنید اینجا بچه ها. نها کنید منها. 30% منهای 20% مساوی است با 10%. 30% ضرب در 20% مساوی است با 6%. 10% منهای 6% چقدر میشه؟ 4%. اینم 4%. درست؟ خب اینم نکات دیگه است که وقت ما تمومه که نداریم اینا رو، بقیه باشه برای جلسه های بعدی. من فقط یه نکته مثلث شمارش مثلث هم بهتون بگم و تموم بشه. خب بچه نها کنید، در شکل زیر چند مثلث قابل شمارش هست؟ 16 تا، 20 تا یا 27 تا؟ خب بچه نها کنید، چند مثلث میبینید؟ من اینجا میزنم 1، این 1. چند مثلث میبینید؟ 1، 2، 3. چند مثلث میبینید؟ 1، 2، 3، 4، 5. چند مثلث میبینید؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. اینجا میریزم چند؟ 7. خب 1 میام حساب میکنیم. این شماره ها بهتون میگم به درد چی میخوره. تعداد مثلث تکی 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. خب لازم نیست که شما این کار انجام بدید. من میام دور این چارتا رو خط میکشم، یا میگم 1 به علاوه 3 به علاوه 5 به علاوه 7 مساوی است با چند؟ 16. پس تعداد مثلث‌های تکی من چند شده؟ 16. خب بچه من این شماره رو برای چی زدم؟ برای این زدم. بار دوم میام این دوتا رو من با هم دیگه جمع میکنم. 1 + 3 چند میشه؟ 4. پس من میام شماره 2 میزنم، تعداد مثلث 4 تایی. خب بچه من تعداد مثلث 4 تایی رو دورش خط میکشم. نها کنید، دقت کنید. این 1، 2، 3، 4. درست شد؟ بازم داریم؟ خب این ردیف 4 تایی رو من می‌نویسم یه ردیف 4 تایی. من 2 تا ردیف پایین دارم، پس 2 تا خط میکشم اینجا. اینجا مینویسم 2، اینجا هم 3. چند میشه؟ 6 تا. چون وقتمون تموم شده بقیه میذارم برای جلسه بعدی انشالله. خب نظر شما رو هم من ببینم. 64 تا. خب بچه اینا جلسه بعدی برای شما حل میکنیم.